بسم الله الرحمن الرحیم قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرت لان اکونه اول المسلمین با سلام به حضور تمامی شما بینندگان گرامی ما به توضیح جوانب پیام محمد صلوات الله و سلام علیه اون چنان که در قرآن مجید بیان شده و آموزش داده میشه و تشریح میشه میپرداختیم و گفتار قبلی رو در این زمینه خدمت شما تقدیم کردم که دلیل اینکه به رغم احترام به توحید و پیشینه مشترک راه توحید که توسط ابراهیم بوده و ادیان مختلف در این پیشینه با هم شریک هستند به رغم تأکید اسلام روی این چرا همکاری و همبستگی مورد نظر بین پیروان ادیان پا نگرفت که هیچ حتی ما به امواج تیره دشمنی خونین بین پیروان خود اسلام اونهایی که ادعا میکنن مسلمون هستند به این دشمنی ها شاهد این دشمنی ها هستیم در یک کلام عرض کردم که قرآن نظرش این هست که دین موضوعیتش رو از دست داده و منافع منافع متناقضه دکانداران مختلف هست که باعث دشمنی ها هست و بنابراین با این ارباب ریایی و دروغزن منافع دینی هست که باید مبارزه کرد برای اینکه به این نقطه برسیم در گفتار قبلی عرض کردم که خیلی سریح پیروان ادیان دیگه اگر اهل ایمان و عمل وفادارانه به مقتضیات ایمان توحیدشون باشند اعلام شده که اونها پذیرفته هستند پاداششون رو دارند هیچ بیم و ترسی برشون روا نیست و درست به همین دلیل اگر کسی به امانت خیانت میکنه و عهد و پیمان زیر پا میذاره خواه اسمش مسلمان یا یهودی یا مسیحی یا هر چی این باید نکوهش بشه ولی نیکان امینان صالح رفتاران تحت لوای هر کدوم از این نام ها و دین ها که درست عمل بکنند مورد ستایش قرار می گیرند و نه تنها مورد ستایش قرار می گیرند آخر گفتار قبلی رو با این آیه قرآن مجید آیه 64 از سوره آل امران بستیم که قرآن دعوت میکنه بیاییم با همدیگه همکاری بکنیم یعنی نه فقط همدیگه رو قبول داشته باشیم نه فقط نیکان همدیگه رو ستایش بکنیم و بگیم لا خوف علیهم و هم یهزنون اصلا بیاییم پای حرف مشترکمون همکاری بکنیم این آیه خیلی معروف هست اغلب ماها این آیه رو خوندیم به شنیدیم قل یا اهل کتاب و الى کلمت سوا این بیننا و بینکم الله نعبد الا الله و لا نشرک بهی بی شیئا بیاییم حول شعار مشترک و های مشترک با هم دیگه هم پیمان و هم راه بشیم در همین آیه به اشکالی که وجود داره پرداخته شده و انگشت گذاشته شده سر این عبارت توجه بکنید لا یتقذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ما به جای خدا تن به خداوارگی مولا شماری برخی از میان خودمون گردن نسپریم شنیدید که میگن ولایت ولایت چون به مجرد اینکه پای ولایت و امارت و کرسی یک کسانی مطرح میشه دیگه اینجا موضوع دین نیست موضوع منافع هست در گفتار قبلی گفتم که در ادبیات رژیم خمینی و وارثانش از عبارت مسلحت نظام استفاده میکنند به مجرد اینکه پای این چیزا به میان میاد دیگه تعدی و جنایت و تجاوز رواش مرده میشه زمینه های وحدت و همبستگی اینجوری به خطر میفته خب ارز کردم که این مطلب در قرآن مجید در همین حد عبارت کوتاه لایت یتخذو بعضنا بعضا اربابا که در آیه 64 آل امران اشاره کردم به این حد برگزار نشده به این خیلی واضحتر بحث شده و در حقیقت این مشکل توسط قرآن مجید خوب افشا شده من دلم میخواد که اون دسته از بینندگان گرامی که فرصت مطالعه دارند در این زمینه به یک مجموع آیات از سوره مائده از آیه 58 تا 69 و 70 یعنی ده دوازده آیه به این زمینه بحث می پردازه به این آیات مراجعه بکنند و دقت بکنند خیلی بیان قرآن در این زمینه رسا هست به خصوص اگر توجه بکنیم به دو تا نکته یکی این که آیات قرآن مجید اعلام موازه اسلام و حضرت محمد از روز تأسیس است یعنی این دعوت به همکاری این دعوت به دوستی این هشدار دادن نسبت به منفعت طلبی و دکانداری از روز اول آموزش داده و هشدار داده شده دوم اینکه اگر توجه بکنیم که خب قدرت در جامعه تازه تأسیس شده در صدر اسلام دست مسلمان بود حضرت محمد در رأس اون جامعه قرار داشت هرچند که نام امیر و سلطان و حاکم و اینها رو برای خودش به کار نمی برد و رابطهش رابطه سلاطین با رعایا نبود رابطه یه. یک معلم با پیروان یک مرجع معنوی با نیازمندان این راه به این دعوت بوده ولی عملا شعون جامعه به دست حضرت محمد اداره می شده خب اینی که قدرت دستش هست وقتی که از دیگران اینجوری تجلیل میکنه حقانیتشون رو گواهی میده نیکانشون رو مورد حمایت قرار میده و از همه مهمتر دعوتشون میکنه به همکاری مشترک یعنی خیلی مشخص هست که صحبت از یک پرنسیب صحبت از اصل و ارزشی در میان هست نه نیازهای تعادل و قوا مقتضیات قدرت و مقتضیات مثلا برقراری جامعه و نظم جامعه به این حرفا موضوع امیختر و ریشدارتر از این مختزیات زندگی اجتماعی هست به اصل توحید و پیام مشترک ارتباط پیدا میکنه خب این موضوع چجوری در قرآن مجید یعنی این موضوع اینکه جدایی ها و دشمنی ها منشأش منافع هست دکان هاست این اختلاف اختلاف دینی و مسلکی نیست مسلک دستاویز شده برای پوشوندن منافع دکان این رو به چه ترتیبی در قرآن مجید ما جستجو بکنیم و بهش دست پیدا بکنیم عرض به خدمت شما در آیات پنجا و هفت پنجا و هشت سوره ماعده خطاب به این تمایلات خرابکارانه که تحت عنوان یهود یا نصارا ابراز می شده خیلی سریح اتمام حجت میشه که آقا ما اصلا شما رو دعوت می کنیم که راستی راستی وفادارانه و با امانت از تورات پیروی بکنید یا از انجیل پیروی بکنید اصلا سر این اختلافی در میان نیست اتفاقا این اسلام هست که شما رو دعوت میکنه به وفادار بودن و امین بودن و جدی بودن در عمل به آموزش های کتاب های دین توحیدیتون مشکل از اینجا به وجود میاد که احبار رهبانی که صاحب کرسی های قدرت و مکنت دینی هستند احساس میکنند که دکونشون بیرونق میشه اگر همکاری میان پیروان اهل توحید به وجود بیاد من توجه شما رو به آیه 34 سوره توبه به عنوان نمونه جلب می کنم بعد توضیحات دیگری رو با آیات دیگه به عرضتون خواهم رسوند به این آیه توجه بکنید ای مؤمنان بسیاری از احبار و رهبان که اموال مردم رو به باطل میخورند جلوی راه خدا می و مانع تراشی می کنند. کسانی که طلا و نقره انبار می کنند و اینو در راه خدا انفاق نمی کنند. عذاب خدا رو باید بهشون بشارت داد این خیلی بیان هم سریح و هم خلاصه ای هست آقا به بحانه های دینی متوسل میشند نحوه عبادت شما رو مثلا مسخره میکنند اینکه شما رو به کعبه عبادت میکنید اینو استهزا میکنند دعوت های همکاری شما رو جدی نمیگیرند موضوع اینها نیست موضوع اینه که یه جماعتی به نام رهبران دینی احبار و رهبان میخواند مال مردم بخورند میخواند از وجوه دینی گنج های و نقره برای خودشون و کسان خودشون و نزدیکان خودشون انباشته بکنند از این بابت هست که عرض به خدمت شما در مقابل کلمه توحید صف میبندند هر چند اینو رو نمیان بگند و برای این منفعت طلبی از و برای این منفعت طلبی از عبارات و بافته های دینی استفاده میکنند مثلا ادعا میکنند که خودشون عناصر ویژه ای هستند در آسمان ها نفوذ کلام دارند فرشته ها ازشون حرف دارند از همه بارستر صحبت از این میکنند که مسیح پسر خداست این نه برای اینکه دلشون برای مسیح سوخته باشه یا بهش خیلی ارادت ببرزند خب وقتی که مسیح پسر خداست این مباشر دین مربوطه تبدیل میشه به یک عنصر ویژه یک مرجع ویژه یک مقام ویژه ای که باید دیگران ازش تبعیت بکنند به جای مناسبات برابر انسانی میان تمامی بندگان خدا که نسبتشون با خداوند آفریننده برابر به یکسان هست لایه لایه درست میکنند مقام میسازند و برای اینکه این عرض به خدمت شما درست به حلق خلائق فرو بشه به جای اینکه مستقیما راجع به مزایای خودشون سینه بزنند اول میگن که مسیح پسر خداست امام زمان چنان لازم الاتباع هست که دیگه حالا من که نائب آمش هستم به عنوان ولی فقیه باید از من چنان تبعیت بکنید که یک استبداده مذهبی ولایت مطلقه فقیه برای من فراهم بشه به هیچ که پاسخگو نباشم به حق هیچ کسی جواب ندم انتقاد از جانب هیچ کسی نپذیرم قدرت با کسی تقسیم نشه و به به اگر به خاطر استرارهای زمانه صحبت از جمهوریت و این حرفا میکنم اون چنان این ولایت مطلقه رو پر رنگ که عملا قانونگذاری و مجلس و انتخابات و اینها همه تبدیل میشه به مهندسی های ولی فقیه نه به حقوق مردم نه به سهیم بودن مردم در حق حاکمیت خودشون ملازم میکنید به مجرد اینکه دین تبدیل میشه به فرصت و دکان و دکه‌ای که یک عده درش به منافع ویژه دست پیدا بکنند به مال و منال و قدرت استثنایی نائل بشند دیگه چنین دینی نمیتونه از همبستگی و یگانگی به توحید دفاع بکنه این کثیرا من الاهبار و الرهبان لیاکلون انبال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله احبار روحبان که مانع اتحاد عمل بین پیروان ادیان توحیدی با یکدیگر دیگر میشند موضوع اصلی عبارت از این هست که به مال و مقام و جاه و مکنت چشم دوختند قدرت و فرصت های استثنایی رو دنبال میکنند پس به این ترتیب اگر باید وفادار به توحید و پیام های دین توحیدی باشیم تکلیف روشن هست با این مرکزیت های کاذب با این دکان های دینی با این پولسازی ها و نفوس سازی هایی که تحت عنوان دین صورت میگیره به قیمت ایجاد تفرقه و خون و خونریزی ریزی میان بندگان مظلوم خدا باید در مقابلش ایستاد باید افشار کرد در گفتار قبلی اشاره کردم که این قسمت از بحث ها رو وقتی که بهش نگاه میکنیم متوجه میشیم که موضوع فقط تشریح این نیست که فرض بکنید که 1400 سال قبل تحت عنوانهای این دین و اون دین چه دشمنی های نسل به مسلمان ها صورت گرفت یا موقعی که مسلمان ها دستشون به قدرت رسید تحت عنوان رواج دین خودشون و کشورگوشایی ها چه اجحاف هایی به دیگران کردند موضوع دین نیست موضوع قدرته موضوع منافعه پس به این ترتیب ما در مقابل مرجعیت ها و دکان هایی که میخوان مردم رو بدوشند برای قدرت و مکنت خودشون و ثروت خودشون نمیتونیم آشتی پذیر باشیم این چنین است که موضوع ایمان به خدا ایمان به توحید تعهد به پیام های اسلام و تعهد به دعوت یگانگی موحدین و همبستگی میان ادیان توحیدی تبدیل میشه به مبارزه مبارزه آشتی ناپذیر علیه ارتجاع دکانداری که دین رو ملعبه به وسیله رسیدن به دنیای خودش میخواد اینجوری تفرقه ایجاد میکنه اینجوری خونها به نوامیس دیگران رو حلال قلم داد میکنه اینجوری زورگویی به استبداد رو با محمله دینی بیان میکنه این مطلب رو باید دنبال بکنیم اجازه بدید که اینجوری بگم این مطلب حساس و مهم آموزش قرآنی و توحیدی که حضرت محمد ترویج می کرده رو باید دنبال بکنیم اجازه بدید که دنبال این بحث رو به گفتار بعدی مکول بکنیم چون وقتمون در اینجا تمام شده تا فرصت بعدی خدا همگی شما